دوستان عزیز روز و شب زیبای شما به خیر در هر کجای دنیا که هستید من دکتر هیدر نجات هستم امروز میخوام کمی صحبت کنم در مورد when the love dies or when love dies وقتی عشق میمیرد در هر نوع رابطه تمام رابطه های جهان از رابطه های کاری گرفته تا رابطه های اجتماعی، رابطه های خصوصی، رابطه های عمومی و دوستی، خانوادگی، هر نوع رابطه ای رو که در هر لایه از رابطه اگه قرار گرفته باشه بررسی بکنیم اون رابطه نیاز به عشق داره تا بتونه خودش رو نگه داره و رشد کنه. جدای از عشق رابطه نیاز به اعتماد داره رابطه ای که درش اعتماد نباشه احترام متقابل به وجود نمیاد و عشق هم در شکل نمیگیره لذا اون رابطه علائم خاصی از خودش بروز میده که میتونیم به این علائم نگاه کنیم تا ببینیم چه علائمی نشون میدن که عشقی احترامی و اعتمادی در اون... وقتی عشق در رابطه ها میمیره افرادی که تون رابطه هستند دوچارن ناچارن دوچار به اصطلاح ابراز رابطه های مصنوعی و به طور ظاهر رفتارها، صحبتها، افکار و عملکردهایی از خودشون نشون میدن که جنیون و اصل نیست و در بطن خودش اجبار رو نشون میدن. در یک رابطه عشق مرده اشخاص شروع میکنن به تظاهر کردن یا در سکوت کامل نسبت به هم فرو میرن و از همجوری میکنن یا اگر بلج بار همدیگر رو میبینن شروع میکنن در مورد یه موضوعی زیاده روی کردن و زیاد حرف زدن. به طور مصنوعی از خودشون از مسائل زندگیشون داستان سرایی میکنن و به هیچ وجه به اصطلاح تاب و توان تحمل فرد مقابل یا افراد مقابل رو اون افراد در رابطه یه عشق مورد براحتی دروغ میگن و دروغ به شکل یک روند طبیعی در اونجا شکل میگیره و اشخاص برای فاز فقط زنده بودن و فقط به طور مصنوعی خود را نگه داشتن شروع میکنن و نشون میدن که به یه چیزی باور بسیار عمیقی دارن در صورتی که در بطن نگرششون هیچ اعتماد و اعتقادی نسبت به اون جریان یا به اون باور بود مثلا اصرار دارن که همسرشون رو خیلی دوست دارن یا اصرار دارن که مادرشون رو خیلی دوست دارن یا اصرار دارن که شغلشون رو خیلی دوست دارن در یک رابطه ای که عشق هست نیازی به اصرار و یا ابراز دوست داشتن دائم نیست بلکه اون رابطه اعتماد درش هست که عشق وجود داره احترام وجود و نیازی برای تظاهر نیست چون رابطه به طور دائم داره از عشقی که بینشون هست چه و اعتماد و احترام دائم دارن سیراب میشن همینطوری که گفتم میتونه هر رابطه ای باید. زمانی که افراد در هر رابطه ای از علائم ساختگی به اصطلاح ساختگی و مصنوعی استفاده کنند تا اینکه شما رو بقبولونن که هستند این رابطه در واقع مرده است و رابطه دچار بیماری ها و دچار مشکلات بسیار زیاد روزافزون میشه که افرادی که در این رابطه قرار دارن از بیماری های مختلف روانی و جسمی رنج میبرند. برای زنده کردن رابطه ای که مرده است رابطه ای که در اون عشق اعتماد و احترام وجود نداره رابطه مرده هست برای زنده کردنش باید شفافیت و به طور دردناکی صداقت و به و شفافیت داشت دو طرف باید قادر باشن که ابراز احساسات بکنن و حسی رو که در درون فکر، احساس و هر چیزی که در درونشون هست رو به راحتی تمرین کنن تا برای کسانی که در رابطه باشون هستن ابراز کنن بدون ترس و بدون اینکه فکر کنن که از این رابطه ترد خواهند شد تنها در این صورت اشخاص میتونن با تمرین و تکرار ابراز احساساتشون ابراز اتنتیسیتی یعنی ابراز اون چیزی که در وجودشون هست میتونن رابطه رو به تدریج شفافتر، روشنتر و نورانیتر. هرچه ما نسبت به کسانی که در رابطه با ما هستند شفافتر زندگی میکنیم و از ترس های درونی خودمون نسبت به افراد این رابطه عبور میکنیم افراد نسبت به ما احترام بیشتری کسب میکنن ممکنه از دست ما ناراحت بشن در مورد حسی که ما از خودمون بهشون ابراز میکنیم یا فکری که از خودمون اما به زودی و در یک مقطع زمانی فرد مقابلی که در رابطه با ما هست از خلوص ما، انتگریتی و تمامیت ما و از اینکه دروغ نمیگیم شفافیت داریم اعتماد کسب میکنه نسبت به ما و به تدریج بر اساس این اعتماد احترام و به تدریج عشق به وجود میاد. زختی عشق به وجود میاد اون رابطه سروایو میکنه زنده میشه و به اصطلاح جدایی از زنده بودن بسیار شفاف و قابل هر گونه رابطه ای که بر اساس اعتماد احترام و عشق بنا شده از به اصطلاح از زست و زندگی زنده بودن بالایی برخوردار هست و این رابطه داینامیک و دائما در جریان هست اما در رابطه ای که عشق مرده اعتماد و احترام مرده اون رابطه دستخوش بلاک ها و به اصطلاح صدها و موانع بسیار زیادی هست که هر روز سر راه افرادی که تو اون رابطه هستن قرار میگیره و اون افراد نمیتونن خودشون رو از اون موانع نجات لذا در یک رابطه یه عشق مرده افراد به تدریج تحلیل میرن فرو میرن و دچار انواع و اقسام به مشکلات روانی و مشکلات جنسی جسمی میشن تا اینکه به تدریج از بین میرن و رابطه هم نابود میشه لذا شفافیت اینتگریتی و تمامیت عشق رو به رابطه برمیگردونه و میتونه ما رو در رابطه شاد نگه داشته باشه و به ما در سمینار عمق درون که یکی از قوی ترین سمینارها در جهان هست شما در موقعیت هایی قرار خواهید گرفت که اگر با یارتون شرکت کنید میتونید متوجه بشید که شرایط شما نسبت به اون شخص در زندگیتون در کجا قرار گرفته و بر اساس اون بتونید تحولات عظیمی رو تو زندگی خودتون به وجود بیارید روز و شب زیبایی شما خوش